پیام نوین شاهزاده رضا پهلوی برای اتحاد گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تا چه حد اتحاد آور است؟ دست دوستی که طرفدارانش می‌گویند او با این پیام به سمت سایرین دراز کرده تا کجا پذیرفته می‌شود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران 59 سال دارد و از 41 سال پیش که پدرش از قدرت کنار رفت و جمهوری اسلامی جای او را گرفت مخالف حکومت تازه بوده. نه تنها قدیمی ترین مخالف نظام جمهوری اسلامی که شاید سرشناس ترین آنها هم هست. در سالهای اخیر که مشکلات بین المللی جمهوری اسلامی فشار اقتصادی را روز به روز بیشتر کرده، اعتراضات هم از خواستهای سیاسی و مدنی طبقه متوسط به سمت خواستهای معیشتی جدی سوق پیدا کرده. به تبع آن جمعیت بیشتری هم به مخالفان اضافه شدند. مخالفانی که در دی 96 و آبان 98 به خیابان آمدند، شعارهایی در ثنای رضا شاه، پدر بزرگ شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. همینطور شنیده شد که گفتند ای شاه ایران، برگرد به ایران. اما شاهزاده رضا پهلوی در این سالها برای پاسخ به خواسته های این بخش از جامعه چه کرده؟ او پیام هایی داده و این آخرین پیام او موسوم به پیام نوین چند روز پیش پخش شده. برنامه امشب درباره این پیمان است و این نقش که شاهزاده رضا پهلوی در مخالفت جمهوری اسلامی دارد. میخوایم ببینیم که این نقش چطور تعریف میشود. در برنامه امروز مهمانانی داریم از طیف های مختلف. نیما راشدان ما هستند، فعال سیاسی از زوریخ، از طرفداران آقای رضا پهلوی. مازیار خسروی روزنامه‌نگار از تهران هستند و مخالف. دامین گوریز پژوهشگر صلح و امنیت بین‌المللی از لاهه، باهم از موافقان. و اینجا در استودیو محمد پور عبدالله پژوهشگر علوم اجتماعی در دانشگاه جانز هاپکینز. خوش آمد میگم به همه مهمانانی که در برنامه شرکت کردن. اما قبل از شروع بحث بخشی از پیام شاهزاده رضا پهلوی رو بشنویم. به شما خواهند گفت آلترناتیوتان چیست؟ من به شما میگویم تنها آلترناتیو مقبول حاکمیت مردم ایران است. نظامی که در آن قانون برآمده از رأی آزاد مردم بالاترین مرجع حکومت است. بیایید باور کنیم که هیچ شخص یا گروه یا نیرویی به تنهایی نمیتواند ما را نجات دهد. ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن میرسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد. من از واژه باور به جای امید استفاده می کنم. بخشی از پیام پیمان نوین بود. آقای راشدان، آلترناتیو شمایید یعنی اینکه دور من رو خط بکشید، خودتون می دونید و من آلترناتیو نیستم، یا معنای دیگه ای داره؟ بله، فکر می کنم ایشون اولا سلام و درود بر شما دامون و آقایان خسروی و پور عبدالله، ممنون که من رو دعوت کردید. من فکر می‌کنم پیام ایشون بسیار روشن و مشخص هست و خیلی روشن اشاره می‌کنند که همه ما در یک کشتی طوفان زده نشستیم که هیچ شخص یا گروه و یا نیروی به تنهایی نمیتونه این وضعیت رو حل کنه، این مشکل رو حل کنه، ما رو نجات بده. کسی که میتونه ما رو نجات بده تک تک مردم ایرانه، تک تک مردم ایرانه. یعنی با مشارکت و با مسئولیت پذیری و در درجه اول خود باوری و بعد مسئولیت پذیری و تلاش من و شما و سه مهمان برنامه و همه مردم ایران است که این مشکل حل خواهد شد. فکر نمی کنم دیگه با الفاظی یا به شکلی روشن تر از این بشه این رو بیان کرد. آقای خسرو، به نظر شما چیه در مورد این پیام؟ آیا شما همین برداشتی که آقای راشدان دارند رو دارید از این؟ سلام خدمت شما و مهمانان و بینندگان گرامی. من از چیزی که آقای پهلوی گفتند همچین برداشتی ندارم، به این دلیل که ایشان حتی قادر نیستند بین طرفداران خودشان اتحادی ایجاد بکنند. ایشان قادر نیستند که یک گروه چند نفره رو که از هواداران ایشان تشکیل شده بعد از یه مدت کوتاهی دچار انشقاق و ریزش شد و درگیری‌های داخلی. این نمونه روشنی است که حضور ایشون و نقش ایشون، اون نقشی رو که میخوان به عهده بگیرن به عنوان در واقع فصل جذب و مشترک بین گروه‌های مختلف، کاملا نشدنی است به دلیل جایگاهشون. طرفدارانشون از همون واژه اول ماجرا شروع میشه،
از همین ابتدا شاهزاده رضا پهلوی یا آقای رضا پهلوی. اگر ایشون به عنوان شاهزاده رضا پهلوی دارن صحبت میکنن، خب اون موقع بخش زیادی از مردم ایران که ممکنه طرفدار سلطنت نباشند از همون ابتدا مشکل و فعالان سیاسی دچار در واقع مسئله میشن. بعد اتفاقا طرفدارشون روی همین واژه شاهزاده هم بسیار تاکید دارن. میخوام بگم که این فکر از ابتدا دچار مسئله و مشکل هست، در عمل هم به نتیجه نخواهد رسید. آقای گلیز، از صورتتون متوجه شدم از بخشی از صحبت‌های آقای خسروی خوشتون نیامد، بفرمایید. نه، نظری احساسی نداشتم نسبت به صحبت‌های آقای خسروی. درود بر شما، دوستان عزیز، نیمای عزیز و بقیه مهمانان. ببینید، من نمی‌دونستم که خانم قاضی‌زاده، آیا بی بی سی هم طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هست؟ چون از واژه شاهزاده استفاده کردن طبق صحبت. من اینو بگم، پروتکل بی بی سی این هستش که ایشون وقتی به دنیا آمده پسر شاه بوده، بنابراین شاهزاده است و ایشون رو شاهزاده خطاب میکنن. این بر اساس این هست، یک موضع‌گیری سیاسی درش نیست. بفرمایید. خب این پس مشخصا پاسخ آقای خسروی. در مورد بخش دیگه صحبتشون که چرا نیروهای طرفدار ایشون متحد نشدن پشت ایشون، مشخصه شاهزاده رضا پهلوی همونجور که شما گفتین پسر پادشاه ایران بودن هستن و هدف این نیستش که یه شخصیت فراسیاسی که در اصل در نبود سیاست اخلاق هست که خود سیاست میشه و نقشی که ایشون دارن، رسالتی که ایشون دارن، جایگاهی که ایشون دارن دلیل نیستش که بخواد بیان و گروه های فرض بکنیم طرفدار پادشاهی یا طرفداران لیبرال دموکراسی، یا من اصلا متوجهم نمیشم دقیقاً طرفداران ایشون یعنی کی. احتمالاً منظورشون همین طرفداران پادشاهی هست. مشخص من فکر کنم مثلا به فرشگرد اشاره دارن که یک گروهی تشکیل شد و بلافاصله دچار انشعاب و فرش. حالا میتونیم دونه به دونه مطرح کنیم. میخواستم اینو بگم که هدف ایشون، رسالت ایشون این نیستش که بخوان طرفداران پادشاهی رو متحد بکنن. اصلا یه همچین چیزی هدف نبوده هیچ وقت و اصلا هدف نیست، چون نهاد پادشاهی یک نهاد سیاسی نیستش که بشه ازش اتحادهای سیاسی به وجود آورد. فرقش با اسلام سیاسی که در متاسفانه در ایران حاکمه فرق میکنه. موضوع حالا موضوع فرشگرد خب دقیقاً چی هست نقشش؟ پس همین نقش مهم هست آقای من عرض. ببینید، اولا فرشگرد یک شبکه بود و الان تعدادش تکثیر شده، یعنی اینکه اتحاد شبکه ها که در صحبت شاهزاده هم مطرح بود به عنوان یکی از روش‌های قرن 21 که بشه اتحادها رو به وجود آورد اتفاقا موفق بوده. افراد اومدن در یک شبکه، مثل اینکه شما عضو توییتر میشی بعد دوباره ازش میای بیرون، و الان تعداد شبکه‌هایی که مثل فرشگرد هستن خیلی بیشتره. در سخنان شاهزاده که ما امروز در موردش داریم صحبت می‌کنیم مطرح روی حساب، در هدف خودش موفق بوده از نظر تشکیلات. در مورد موضوع اینکه هدف ایشون چیه و رسالتشون چیه، خیلی مشخصه. ببینید، به عنوان کسی که از 100 نسل ایرانی ها با حدود شاید 4 امپراتوری پادشاهی در ایران، 6 خانواده سلسله پادشاهی در ایران، ایشون از یک ناخودآگاه تاریخی صحبت میکنن که در زمانی که همه مردم، ملت ایران ناامید هستن به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی در ایران یک فرقه کوچیکی رو فقط به قدرت میرسونه و امکانات رو به دستشون میده، ایشون با صحبتاشون در عمل اون نور امیدی هستن که همون نور امیدی هستن که اون امید رو میتونه به باور، باور رو به اراده و اراده رو به تغییر تبدیل بکنه. از این بیشتر نباید توقع داشت. یعنی شما نبایستی، شما رو منظورم افراد، نباید توقع داشته باشن که ایشون بشه رهبر سیاسی یا اینکه سوار تانک بیگانگان بشه، مدل امام زمانی وارد ایران بشه و کاری انجام بده، یا اینکه بخواد قول و وعده و وعید آب مجانی یا آب مجانی و نفت مجانی به مردم دادن خمینی رو مطرح بکنه یا بازگشتن به دوران طلایی امام مطلع. نقش ایشون، من تموم میکنم، یک نقش فراسیاسی است، همینجوری که تا الان هم ثابت قدم بودن در صحبتشون. یک نقشیه برای اینه که این امید رو زنده نگه بدارن و چراغ راه رو نشون بدن که چشمنداز ترسیم شده باید چی باشه و به کدوم سمت باید بره. و واکنشی هم از طرف ایران تا الان اومده از طریق شبکه‌های اجتماعی که نمونهش همین صحبت شما هست امشب در کنار دوستان، نمونه این هستش که این نفوذ کلام در ایران، در بین ملت ایران، برعکس نخبه ها
که اتفاقا از یک نوع عقده حقارت به نظر من رنج میبرن خیلی بالاست. خب ما راجع به این حالا صحبت میکنیم، بخش های مختلفی از صحبت شما، من قبل از اینکه وارد اونها بشم میخوام آقای پور عبدالله همینجا نظرشون رو بگن. آقای پور عبدالله شما چی فکر میکنید راجع به این پیام؟ نظر من چند از چند جنبه میشه به این مسئله نگاه کرد. من با صحبت های آقای خسروی و چیزی که آقای گلریز بهش اشاره کردن میخوام شروع کنم، مسئله کلمه شاهزاده. آقای گلریز میگن که چون بی بی سی یه پروتکلی داره که من هیچ اطلاعی ازش ندارم، به حالی پروتکل حرفه‌ای ژورنالیستیه و بر اساس اون یه کلمه خاصی رو انتخاب میکنه، پس دیگه سوالی نباید پرسید که چرا آقای پهلوی خودش از کلمه شاهزاده استفاده میکنه. خب بی بی سی قرار نیست که برای آینده ایران رهبر سیاسی تعیین کنه، ولی ایشون قراره که برای آینده ایران یک حرف و حدیث داشته باشه. ایشون وقتی خودشون رو به عنوان شاهزاده مطرح میکنن، ناخودآگاه در واقع یادآور میشن خاطرات پادشاهی رو. حالا آقای گلریز اشاره هم کردن به چند هزار سال و نمیدونم چیزهایی که به نظر من همش جعلیه و ساخته اتفاقا محمد رضا شاه پهلویه و هیچ کدومشون واقعیت تاریخی نداره، ولی به هر حال وقتی که من اسم خودم میذارم شاهزاده و وقتی به من پیام میدم عکس شاه پشت سرمه و وقتی بارها این طرف و اون طرف ازم راجع به پدرم میپرسن، راجع به جنایت‌های پدرم هیچ صحبتی نمی‌کنم، میگم بله اشتباهاتی کرده ولی کارهای بزرگی کرده و غیره، این اولین پیغامی که به نظرم میرسونه اینه که ایشون داره راجع به تاریخ دروغ میگه، راجع به تاریخی که بسیار چیز مهمیه. به هر حال اگر ما در شرایط فعلی تو ایران قرار داریم، حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که وضع هم هیچ کس از این وضعیت ناراضی نیست، مردم از این وضعیت ناراضی نیستن، ولی نباید فراموش کنیم راضی نیستن. ببخشید راضی نیستن. نباید فراموش کنیم که این حکومت اصلا از کجا اومده. ما یه انقلاب داشتیم، حالا نمیخوام وارد اون بحث میشم که انقلاب مثبت بود یا منفی بوده، هر چی بوده، ولی به هر حال یه انقلاب بوده با هزینه‌های زیاد، جنگ بوده، ما 40 سال تحت تحریم و غیره. ولی آقای پور عبدالله خیلی ها الان فکر میکنن که اون انقلاب اشتباه بوده و فکر میکنن که گروه‌های سیاسی که اون نه حق دارن اینطور فکر کنن، ولی به هر حال میخوام بگم که این انقلاب انجام شده دیگه. کسی که نمیتونه انجام شدن این تحقق این انقلاب رو که کسی نمیتونه زیر سوال ببره. و سوالی که باید آقای پهلوی جواب بدن اینه که اصلا انقلاب چرا انجام شد؟ پدر ایشون آیا غیر از اینه که با یک کودتا اومد سر کار، 25 سال با دیکتاتوری تمام مملکت رو اداره میکرد، ساواک رو انداخت، شکنجه میکرد، غیر و غیر و غیره. ما به نظر من خیلی دردناکی که به خاطر شرایط دردناکی که مردم توشن تاریخ رو همه فراموش کردن. نباید فراموش کرد که در دهه 70 شاه ایران یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای جهان سوم شناخته میشد. فارغ از این مسئله من یه اشاره کوچیکی هم بکنم به چیزی که شما گفتین در مورد اینکه این میخواد که مخالفین مختلف زیر چتر خودش بگیره و یه آلترناتیوی مطرح کنه. من توی اون پیام هیچ آلترناتیوی ندیدم. راستش رو بخوای من پیامو چند بارم تماشا کردم که ببینم چه حرف جدیدی زده. من نگفتم که ایشون میخواد آلترناتیو، گفتم گفت آلترناتیو، یعنی تو صحبتتون که آلترناتیو شما هستید. پرسیدم که آیا آلترناتیو خودش رو قبول داره یا نداره. خودش با این پیامشون دارن یک راه نوین، پیمان نوینی رو به قول خودشون مطرح میکنن. و من چیز جدیدی اونطور ندیدم به غیر از سری حرفای کلی، مثلا همین تکه که شما الان پخش کردین، اینکه آلترناتیو حاکمیت مردمه. خب حرفای قشنگ و کلی زدن که هر کسی میتونه انجام بده. متوجه. اجازه بدید من این رو از آقای راشدان بپرسم. آقای راشدان، آقای پور عبدالله اینجا میگن تا با تاریخ کنار نیاییم، تا با اون چیزهایی که صحبتش رو میکنن و مثلا پذیرش بخشی از چیزهایی که مرتبط هست با محمد رضا شاه پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه وارد این بحث بشه اساسا. البته نظر ایشونه و من میخوام نظر شما راجع به نظر ایشون بپرسم. بله. نه، یه بخش صحبت ایشون رو من کاملا قبول دارم، اونجا که فرمودن مردم حق دارن، بخشی از مردم ایران حق دارن که از وقوع انقلاب 57 ناراضی باشن و این رو کاملا درست گفتن. اما قضاوت راجع به دوران قبل از انقلاب 57، اگر آقای پور عبدالله منصف باشند میپذیرند که کم در این 41 سال در کتب درسی، در رسانه ها، در مطبوعات جمهوری اسلامی ایران هزینه نکرده برای اینکه یک چهره همونطور که آقای پور عبدالله فرمودند غیر دموکرات و سرکوبگر از حاکمیت قبل از جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذاره. این رو معنی که در ایران مدرسه رفتم، بعد از اینکه ایران رفتیم شخصا تجربه کردم، همه شمایی که الان در این بحث هستین هم تجربه کردین. پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران صبح تا شب از خاندان پهلوی می‌خواست یک چهره‌های وابسته غیر ایرانی و موارد دیگری بسازه. فکر می‌کنم مجددا اگر آقای پور عبدالله انصاف داشته باشند، به عنوان یک فکت علمی قبول می‌کنند که این سیاست شکست خورده.
من به عنوان یک فرد، دوستان من به عنوان چند فرد، و باز هم اگر انصاف داشته باشین، بخش قابل توجهی از جامعه ایران دیدگاه‌هایی رو که بیان شد رو قبول ندارن. خب آقای پور عبدالله عزیز، ما دیدگاه مثبت، نظر مثبت داریم نسبت به خاندان پهلوی، به شاهنشاه فقید، به رضا شاه کبیر. مردم در خیابان ریسک میکنن، گلوله میخورن در عرض به خدمت شما در حمایت از رضا شاه یا شاهنشاه یا شاهزاده رضا پهلوی شعار میدن. ما چه کار بکنیم؟ اگر شما به عنوان یک فردی که احتمالا خودتون رو تکثرگرا توصیف میکنید، باور دارید به اینکه میشه حذف کرد، میشه حذف کرد به دلیل اینکه خب شما به دلیل فکتایی که آوردید ظاهرا خوشتون نمیاد، از شاهزاده رضا پهلوی خوشتون نمیاد، از شاهنشاه فقید خوشتون نمیاد، از رضا شاه کبیر هم خوشتون نمیاد. ما به عنوان یک گروهی که به فرموده شما اگر قبول کنید که حداقل اقلیت هستیم، چه میتوانیم بکنیم؟ ایشان نه در این بیانیه داعیه ایجاد یک ائتلاف بسیار بزرگی به سرپرستی ایشان رو آورده، خیلی به صورت روشن گفتند که مردم ایران، گذار از جمهوری اسلامی ایران وظیفه تک تک مردم ایرانه، با مسئولیت پذیری تک تک مردم ایرانه. بعد خیلی روشن‌تر از اون گفتن هیچ فردی، هیچ شخصی به تبع این خود ایشون نمیتواند این کار رو انجام خب بده. دقیقاً همین مسئله است البته آقای راشد، و من در ادامه بحث میپرزم، ولی اجازه بدید اینجا آقای پور عبدالله جواب بدن. آقای پور عبدالله میگن اینها تبلیغات جمهوری اسلامیه و خیلی نمیشه روی اینها. راستش من هم مثل آقای راشدان فکر کنم هم نسلم هستیم احتمالاً. من هم توی جمهوری اسلامی بزرگ شدم، همون کتابای تاریخ خوندم، ولی فکر میکنم برخلاف آقای راشدان و احتمالاً بسیار دیگه از طرفدارای آقای پهلوی، به غیر از کتابای جمهوری اسلامی کتابای دیگری هم خوندم. فاکت‌های آقای راشدان، فاکت‌های مربوط به جنایت‌های محمد رضا پهلوی محدود به کتاب‌های جمهوری اسلامی نمیشه. شما کتاب‌های مستقل، این تعداد حجم زیادی کتاب راجع به تاریخ ایران نوشته شده، اسناد زیادی وجود داره. خاندان پهلوی همیشه ادعا کرده که 28 مرداد یک قیام بوده، درسته؟ الان فکر کنم 10 سال گذشته از روزی که اسناد کودتا مشخص شده، یعنی دولت آمریکا حالا به دلیل سیاسی هنوز نپذیرفته، ولی اینکه این یه کودتا بوده در این الان هیچ شکی وجود نداره به لحاظ تاریخی. اسناد شکنجه، اسناد انواع اقسام نقض حقوق بشر، متوجهم آقای پور عبدالله، ولی بسیاری الان میگن که خب شما اون رژیم رو برانداختند، که رژیمی که اومده خیلی بدتر شاید داره میکنه و خیلی ها الان، همین الان قربانی این رژیم هستن. 100%، ولی دلیل نمیشه که چون این رژیم داره بدتر میکنه ما فراموش کنیم که رژیم قبلی کار بدی کرده. متوجهم، ولی اگر بخوایم فقط به اون بپردازیم آیا میتونیم حرکت کنیم به سوی آینده؟ نه، اجازه بدید من فقط هم قصد در واقع روشن شدن تاریخ ندارم. من خودم رو میذارم جای یک شهروند عادی ایرانی، خب که اتفاقا در فرض کنیم که در داخل کشورم زندگی میکنم، چون حالا برخلاف چیزی که آقای راشدان گفت که ما همه با هم درگیر جمهوری اسلامی هستیم و غیره، من و آقای پهلوی و تعداد زیادی از مهمانان دیگه برنامه خارج از کشور زندگی میکنیم، و واقعیت اینجاست که ما اون رنجی که مردم ایران میکشن رو نمیکشیم. خب فرض کنیم که ما همه در داخل ایران زندگی میکنیم، من از این وضعیت بی نهایت خسته شدم، میخوام تغییر ایجاد بشه. تاریخ خودم را اگه نگاه کنم میبینم که در 40 سال پیش، 41 سال پیش، وقتی که همه مردم از شاه خسته بودن، میخواستن انقلاب کنن، آقای خمینی در پاریس نشست و در پاسخ به یه خبرنگاری که ازش پرسید، گفت که جمهوری اسلامی شما چه شکلی هست، گفت مثل همین فرانسه است فقط اسلامی. آقای خمینی خیلی خوب میدونست که دروغی که اونجا میگه رو وقتی که به قدرت میرسه کسی نمیتونه مچشو بگیره. وقتی که آقای خمینی بشه رهبر مملکت، بعد اسمشو بذاره ولی فقیه، یعنی میگید اطمینان نمی‌کنید به این حرف‌های؟ من نه تنها اطمینان نمی‌کنم، به نظر من تمام شواهد موجود عکسشو نشون میده. یعنی تمام شواهد موجود نشون میده که ایشون داره دروغ میگه، داره مردم رو گول میزنه، و اگر روزی به قدرت برسه اتفاقا ممکنه بدتر انجام بده. من یه چیز کوچیک دیگه اجازه داشته باشم، حدود 2 سال پیش بود که ایشون سخنرانی کردن در اندیشکده واشنگتن، فکر می‌کنم اگر درست یادم باشه، امیدوارم که اشتباه نکنم، و مخاطبینشون غیر ایرانی بودن، و ایشون اعلام کردن که طرفداران جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان و اینها در رسانه‌های خارجی نفوذ کردن و باید تصفیه بشن. من از آقای راشدان میپرسم آیا اصلاح طلبان هم بخشی از این مردم ایران هستن؟ آقای پهلوی الان که در اپوزیسیون هستن هیچ قدرتی ندارن، نشستن توی مریلند، دستشون به هیچ جایی نمیرسه، دارن دستور میدن. وقتی که با غیر ایرانی‌ها صحبت می‌کنه یعنی دیگه اونجا چون لازم نیست این
این فیلم رو بازی کنه، این جست حقوق بشری غیره رو بگیره، اونجا خودش رو به نظرم بیشتر نشون میده. اونجا داره دستور میده به این اون که اینها رو از رسانه ها بریزی بیرون. من ایرانی چرا باید باور کنم کسی که در اپوزیسیونه میخواد یک بخشی، به حال اصلاح طلبان هم بخشی از مردم، همونطور که شما هستین، همونطور که من هستم، وقتی که میخواد اونها رو تصفیه کنه. کلمه تصفیه، کلمه‌ای که دقیقاً جمهوری اسلامی استفاده میکنه، نفوذ، کلماتی که جمهوری خب بذارید اینو بپرسم آقای راشدان، خیلی کوتاه بگید برای اینکه آقای خسروی خیلی ساکت بودن. به نظر آیا در دو سال گذشته تغییری حاصل شده؟ آقای پهلوی فکر میکنن که حالا دیگه باید همه متحد بشن، حتی اصلاح طلبها هم باشن دوره همیم؟ نه خیر، ایشون 41 سال این رو دارن میگن. منتها آقای خسروی سوال من رو جواب، آقای پورعبدالله سوال من رو جواب ندادن. میگم آقا جان، ما وجود داریم، ما به عنوان هوادار ایشون و افرادی که نگاه مثبت دارن به خاندان پهلوی وجود داریم، در ایران وجود داریم، اگر که یه قدری انصاف داشته باشن قبول میکنید که وجود داریم، در شبکه‌های مجازی وجود داریم، در خارج از کشور وجود داریم. کاری که شما دارید میکنید اینه که ما رو میخواین حذف کنید. من همچین کاری نمیکنم. من نمیدونم کجا چرا کاملا دارید حذف خیر من دارین حذف میکنید. شما قطعاً حق ابراز بیان دارین، قطعاً حق صحبت کردن دارین. من اصلا خودم در جایگاهی نمیدونم که بخوام حرف تعیین تکلیف بکنم برای شما آقای راشدان عزیز. من دارم میگم، منم دارم نظر خودم میگم، دارم میگم من ایرانی این حرف آقای پهلوی رو نمیپذیرم بنا به این دلایل. شما اگه نظر دیگری دارید نظرتون رو بیان کنید و بینندگان میتونن تصمیم گیری کنن. ببینید آقای راشدان، اگه بخوایم چیز بکنیم، میگن که دو سال پیش آقای پهلوی اومدن و گفتن که این اصلاح طلبها اومدن، حالا صحبتی که ایشون میکنن و باید اینها رو تصفیه کرد. الان توی پیام اخیر اصلا توی بکران وقتی که صحبت میکردن یه عکس بود از مثلا جنبش سبز. آیا منظور این هستش که همه دیگه با هم در واقع میتونن همراه بشن؟ آیا تغییری در نگاه ایشون ایجاد شده یا نه هنوز اون نگرانی های قبلی رو دارن و بر اساس اون تقسیم بندی ها صحبت میکنن؟ ببینید عرض میکنم خدمتتون، 41 ساله که این رو دارن میگن، چیزی جز این رو هم نگفتن. اون بخشی رو هم که از کانتکست آوردن بیرون اونجا گفتن، من واقعا الان خاطرم نیست که راجع به چی بوده. شاید منظورشون این بوده که به هر حال روزنامه‌نگار نباید گرایش سیاسی داشته باشه. اگر با نرم‌های دنیای امروز یه روزنامه‌نگاری وجود داره که تعلق خاطر داره به یه جریان سیاسی، به هر حال بایستی که اون ادیتوریال کسانی که هستن کنترل کنن و روزنامه‌نگار نباید بایاس داشته. شاید منظور این بوده، من یادم نیست. منظورشون از کلمه نفوذ استفاده کردن. من فقط برای یادآوری کلمه نفوذ اصلاح طلبان در رسانه‌های خارج از کشور نفوذ کرد. اجازه بدید آقای خسروی، شما در ایران هستید و این پیام هم در ایران شنیده شده حتماً. واکنش ها رو در ایران چطور میبینید؟ آیا خیلی خوشبینی هست از طرف طرفداران آقای پهلوی که این پیام خوب دیده شده، خیلی ها توی فضای مجازی بهش واکنششون دادن؟ شما در داخل ایران هستید، چقدر واقعا واکنش داشت اونجا؟ ببینید من قبل از اینکه وارد این پاسخ پرسش شما رو بدم، چند تا نکته دوستان گفتن، من اصلا فکر میکنم بحث رو از جای اشتباهی دارن با هم دیگه پیش میبرن. ببینید قضاوت تاریخی راجع به کارنامه حکومت پهلوی الان که در دستور کار ما نیست، که در دستور کار بحث ما نیست، که این حکومت نکات مثبتی داشته است، نکات منفی داشته است. میشود ساعت‌ها نشست راجع به این صحبت کرد. من حرفم و پرسشم این است که آقای رضا پهلوی از چه موضعی دارن صحبت میکنن؟ ایشون کی هستن؟ یعنی ایشون فقط وارث یک ژن خوب هستن؟ میفرمایند پدر و پدر بزرگ من مثلا کارنامه مثبتی داشتن. حالا من وارد این نمیشم که چقدر مثبت بود یا چقدر منفی بود. اون رو از گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. اصلا ایشون خودشون چه هستن؟ ما داریم راجع به آدم صحبت میکنیم، داریم راجع به آدمی صحبت میکنیم که در مصاحبه خودشون صحبت میکنن در 59 سالگی ایشون یک روز کار نکرده است مثلا، و در مصاحبه خودشون تصریح دارن که خرج همسرشون هم کار نمی‌کنن و نکردن و خرج زندگیشون رو مثلا از طریق خانواده تامین می‌کنن. این چیزی نیست که من اتهام زده بشم، مصاحبه خودشون هست دیگه. می‌خوام بگم ما داریم راجع به چی؟ بعد اگه قرار است برویم یک ژن خوب پیدا بکنیم، ایشون قائل طرفداران ایشون، البته ایشون دوستان می‌فرمایند ما هم هستیم، منم میگم بله شما هم هستید، فرق اظهار نظر دارید بفرمایید در بدید. ولی شما طرفدار چه هستید؟ طرفدار یک ژن خوب هستید که احتمالاً مثلا فکر می‌کنید وارث جنم رضا شاه هست و وارث مثلا ارزم به حضور شما اسم محمد رضا شاه پهلوی است. خب این واقعاً اینجوری است در دنیای سیاست؟ اگر پدر و پدر بزرگ یک نفر مثلا، باز میگم من راجع به کارنامه اونها هم انتقاداتی دارم هم
واقف هستن به دستاوردهایی که رخ داده است در دوران پهلوی. همه اینها با هم هست، یک قضاوت تاریخی در نزد تاریخ‌دانان خواهد شد و قضاوت لحظه‌ای مردم هم در سال 57 رخ داده دیگه، در یعنی اون مردمی که با اون در اون حکومت زندگی می‌کردن سال 57 تصمیمشون رو گرفتن. کار ندارم درست بوده است یا غلط بوده است، راجع به اون هم می‌شود حرف زد، ولی اون مردم در اون مقطع این تصمیم رو گرفتن، تمام شده است. حالا اگر می‌خوایم بشین بحث آکادمیک تاریخی بکنیم که کارنامه حکومت پهلوی مثبت بوده است یا منفی بوده است، یک بحث دیگه است. شما میگید بحث رو از کجا باید شروع کرد؟ خب اجازه بفرمایید، من ساکت شدم، دوستان همه صحبت کردن دیگه. حرف این است که آقا اگر قرار است ایشون دارن یک صحبتی میکنن، میگویند که دوستمون فرمودن که هدف دقیقاً عین جمله‌شون میاد، گفتن هدف اتحاد نیست، بعد هدف یه شخصیت فراسیاسی، شخصیت فراسیاسی من متوجه نمیشم یعنی چی در سیاست راستش، یا بعد بیانیه سیاسی میداد، بعد میگوید ایشون نمیدونم فرمودن سوار تانک بیگانگان نخواهند شد. ایشون مصاحبه اخیرشون راه حل نظامی رو به عنوان یکی به عنوان گفتن گزینه آخر، ولی به عنوان یک از گزینه هایی که ارزم به حضور شما بهش امید بستن مطرح کردن صراحتا، این مصاحبه هست. خب ما داریم از چه حرف میزنیم؟ اگر ما دنبال این هستیم که یک ژن خوبی بیاید از ژرفای تاریخ ما را نجات بدهد، خب چرا نرویم مثلا یک ژن خوب ساسانی نمیدونم هخامنشی پیدا بکنیم؟ چه برتری دارد ایشون به اعقاب مثلا حکومت صفویه مثلا یا به اعقاب حکومت؟ من میخوام بگم اینجوری که نمیشد در حوزه سیاست حرف زد. اگر قرار هست که ما بگوییم که ایشون یک رهبر سیاسی هستند و قرار است برای حداقل طرفداران خودشون، مثلا اعتقاد ندارم ایشون کار سیاسی نباید بکنه، ایشون کار سیاسی بکنه، چه کاری در این 41 سال میفرمایند؟ چه کاری انجام دادند در این 41 سال؟ میخواید آقای خسروی جواب همین رو از آقای گلریز بشنویم بعد ادامه بدیم؟ نه من حرفم تموم نشد. بله ایشون شما پرسیدید که یه نکته مهم دیگر میگویند که ایشون از منظر پادشاهی صحبت نمی‌کند و فلان اینها، میخواد فرابه ایشون سوگند سلطنت خوردن در بعد از اینکه از ایران رفتن، ایشون سوگند یا بیان بگوین آقا اون سوگندی که بنده در جوانی خوردم اشتباه بود، از سوگند به عنوان پادشاه ایران سوگند خوردن ایشون، فیلمش هم موجود است، خب برید نگاه بکنید. اگر ایشون پادشاه سوگند خب بگم اون سوگند من اشتباه کردم، جوان بودم مثلا متوجه نبودم، بی تجربه بودم، یه سوگند اشتباهی خوردم، الان ازش عدول میکنم. اگر نه همچنان خودشون پادشاه میدونن، خب ما تکلیفمان رو بداریم. راجع به باستاب پیام ایشان هم خیلی روشن است، ایشون توی پیامشون فراخوان اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری دادن. خب کو خیلی روشنه این که شما در فراخوان اعتصاب میدهی، در اون پیام فراخوان نمیدونم چه میدهی فلان میدهی، خب بله بله. خب من جواب سوال آخر سوالم رو تو همین جمله آخر شما گرفتم که پس بنابراین میگید که در ایران چندان واکنشی نداشته، چون ایشون دعوت کردن به اعتصاب اعتصابی. بله اگر شما بخواید آبان رو اعتراضات اقتصادی و وضع معیشت آبان و شرایط بد اقتصادی کشور مصادره به مطلوب بکنید، بگید آن چیزی که در آبان رخ داد در پاسخ به نمیدونم همه طرفداران ایشان بودن میشد این کار رو کرد، ولی واقعیت اینجوری نیست. آقای گلریز بفرمایید. والا یه چیزی رو بگم، بذارید آقای گلریز بگه. بفهم یک ثانیه، عمق استدلالات آقای خسروی عزیز در همون جمله آخر بود که چرا شاهزاده رضا پهلوی یک شنبه پیام داده و امروز که مثلا پنج شنبه است اعتراض و اعتصاب سراسری در ایران اتفاق نیفتاد؟ من چنین چیزی نگفتم عمق حرفی رو نشون بده. من چنین چیزی نگفتم. زمانی که یک نفر قصد گفتگو نداشته باشه، ببین آقای تمام این پیام اینه من میخوام با شما حرف بزنم، زمانی که از ابتدا هر آنچه که شما گفتی توهین بود و بدترین اشکال توهین و سمیر و تخریب بود، این راه گفتگو رو میبنده. کجاش توهین؟ هر آنچه گفتید که یه نفر چیکار کرد؟ ببینید شما یا مصاحبه خود ایشون استناد کردم، به مصاحبه خود ایشون استناد کردم که ایشون کار نکرده است در زندگیش. کجاش توهین؟ یا آقای خسروی آخه خود ایشون مصاحبه کرده است. آقای خسروی میذارید بگن بعد شما پاسخ بدید. آقای مرشدان بفرمایید. در این پیام خیلی روشن آمده است، یا شما به چیزی جز بهروزی و آسایش یک ملتی که دارن فنا میشن و نسل بعد از نسل دارن در وضعیت فعلی از بین میرن، به اینها کمترین ارزشی قائلید، بیاین گفتگو کنیم. یا اینکه چیزتون اینه دیگه، عمق استدلالتون همین بحثی است که فرمودین چرا یک شنبه پیام صادر شده، پنج شنبه اعتراض. البته ایشون میگن من نگفتم، راست میگن، من گفتم که من برداشتم از حرف ایشون این بوده، از حرف آقای خسروی. نه حالا بینندگان میتونن بزنن نگاه کنن، دقیقاً این جمله‌شون بود که اعتراض ایشون اعتراض برادر من. نه اینو نگفتن. اجازه بدید آقای گلریز جواب بده. آقای گلریز دیدم یادداشت برمی‌دارین، بفرمایید.
من خانم قاضی نمیدونم در مورد چی صحبت بکنم چون بحث سطحش خیلی اومده پایین. خب بذارید نه بذارید من دقیق به شما بگم. آقای خسروی میپرسند که آیا فقط باید به شاهزاده رضا پهلوی به خاطر ژن خوب اعتماد کرد؟ او چه کرده در فضای سیاسی؟ والا ببین این انقدر این من تعجب از شما میکنم که چرا انقدر بحث رسید به این سطح که ما الان باید در این در مورد این مسائل صحبت بکنیم، اونم با میدونید وقتی یک مهمان شما به یه شخصیتی که به هر حال محبوبیت داره در ایران میگه دروغگو. من نمیدونم واقعا این دوستان چی فکر میکنن پیش خودشون. آخه من نمیدونم چرا اینقدر پریشان، چرا اینقدر نگران، چرا اینقدر بی‌نزاکت، اونم در یه تلویزیونی که قرار میلیون‌ها ایرانی. آقای گلریز شما شروع کردید، چون شما گفتید که روشنفکران عقده حقارت دارند. این عین کلمه این جمله شما عقده حقارت هم به نوعی توهین هست فکر میکنم. نه خیر، به نوعی توهین نیست. آخر این یک پدیده‌ای هستش که وجود داره، پدیده علمیه. شما چون فکر میکنید توش کلمه حقارت هست یعنی توهین، ولی دروغگو گفتن دروغ میدین. در این صد ما بخوایم بحث بکنیم واقعا من نمیدونم به کدوم سمت داره میره. چون واقعا میدونید سطحی نیستش که بایستی این بحث رو. اگر شما از این سطح این بحث خوشحال نیستید میتونید همین الان ترک بکنید، ولی سطح بحث همین هست. آقای گلیر صحبت میکنید بفرمایید. اگه شما دوست داشته باشید من میتونم ترک کنم اگه فکر نه من دوست ندارم، من میخوام شما صحبت کنید، ولی به نظر میاد که شما خوشحال نیستید از سطح این بحث. بله نیستم. بفهمید آقای پور عبدالله. بله نیستم از سطح بحث. آقای پور عبدالله میخوان با شما صحبت. فقط شما گفتید دروغگو. من نمیدونم دروغگو آیا توهینه. اگه کسی دروغ گفته من دارم میگم دروغگو، آیا این توهینه؟ شما قبول دارید که آقای خمینی وقتی که تابستون سال 57 تو فرانسه نشست گفتش که ما میخوایم دموکراسی تو ایران را بندازیم دروغ گفته؟ خب اگه کسی برگرده بگه آقای خمینی دروغ گفته داره توهین میکنه. شما دارید میگید چون شخصی محبوبیت داره نباید کسی بهش توهین کنه. این خودش به نظر من یک حرف خیلی دیکتاتور منشانه است، چون آقای خمینی هم خیلی محبوبیت داشت. دروغ هم میگفت مخالف آقای خمینی به نظر من حق داشت که بگه آقای خمینی علارغم محبوب بودنش دروغه. اجازه بدید آقای گلیز بفهم. شما میتونید هر چی دلتون میخواد بگید، آزادی بیانتونه، هیچ موردی نیست. منم میتونم بهش اعتراض کنم که دارم میکنم، دارم میگم بهش بی‌نزاکتی و من فکر میکنم این حق اونهایی نیستش که الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن. خب اگر خانم قاضی اجازه بدید آقای گلیوس اجازه بدید که من یه چیز دیگه بپرسم. شما آقای کیوان عباسی رو میشناسید؟ آقای کیوان عباسی سردبیر، اجازه بدید آقای گلیوس اصلا اجازه نمیدید صحبت بشه. آقای عباسی مدیر مجموعه من و تو هستند، شبکه من و تو. نوشتن که تو توییتر نوشتن با وجود اینکه از حرفای دیروز شاهزاده رضا پهلوی برای لزوم اتحاد استقبال میکنم، متاسفانه ایشان یک بار دیگر به عدم علاقه یا باورشان به فلسفه لزوم هر گونه رهبری سیاسی یا انجام وظیفه تاریخی خودشان در چارچوب مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی تاکید کرد. آقای راشدان نظرتون راجع به این حرف چیه؟ این حرف از طرف برخی دیگر از طرفداران پادشاهی هم مطرح شده، اینکه آقای پهلوی تا به حال هیچ نشانه ای از خودش بروز نداده که بخواد در این جایگاه قرار بگیره. اتفاقا در صحبت خود شما هم همین مطرح بود که ایشون نمیخواد در واقع قدرت رو در دست بگیره. اگه نمیخواد قدرت رو در دست بگیره در چه جایگاهی اصلا چه این حرفایی رو مطرح میکنه؟ چرا نمیتونه بکنه؟ من هم میتونم، شما هم میتونید بکنید. یک فردی که تعدادی از مردم من و شما ولی بکنیم براش برنامه تلویزیونی نمیسازن آقای راشدان. بحث این هستش که ایشون برای چی به عنوان شاهزاده پیشین صحبت میکنید، یعنی شاهزاده پیشین رعیت پیشین صحبت میکنه. آخه قصد طنز ماجرا در این است که از یه طرف اینجا داره حمله میشه که ایشان راست نمیگه و چون آقای خمینی در نوفلوشاته یک دروغ گفته بنابراین به اظهار نظر هیچ شخصیت دیگری در تاریخ ایران و جهان نمیشه اعتماد کرد چون خمینی دروغ گفت. درست از یک طرف داره حمله میشه به ایشون که ایشون میخواد همه رو بیاره زیر چتر خودش، میخواد رهبری سیاسی کنه، اینا هم که داره میگه درست نیست. و از یک طرفی همین افرادی که شما نام بردید، مثل آقایی که شما نام بردید، اونها دارن حمله میکنن که چرا ایشون ادعای رهبری سیاسی نمیکنه. منتها این متن به نظر من خیلی روشنه. ایشان گفته است که هیچ فرد، گروه و یا جریانی به تنهایی پتانسیل و ظرفیت حل این مشکل رو نداره. متوجهم آقای راشدان، ولی آیا این خودش یعنی همین ایشون نمیده که ایشون در این پیام صحبت از اتحاد میکنن، اما همین پیام همینجا شما میبینید که چقدر باعث در واقع اختلاف نظر هست. هیچ اتحادی که ایجاد نکرده از همون روز حتی طرفداران پادشاهی رو نمیتونه زیر یک سقف، زیر یک در واقع چتر جمع بکنه.
خانم آقا، سیاست همینه، خصوصا در کشور آشوب زده مثل ایران. در مگر در برگزیت در بریتانیا مردم رو پولارایز نمیکنه. ما از یک تاریخ خونبار 41 ساله جمهوری اسلامی میاییم. نیروهای سیاسی چندان مایل و آماده مثل جوامع مدنی دیگه، مثل دانمارک و هلند و سوئیس، تجربه گفتگو با هم دیگر ندارن. این بیانیه و این پیام قرار یک سنگ بنایی باشه، زیر بنایی باشه، برای اینکه همونطور که ایشان فرموده، بدون عقده، بدون خود بزرگ بینی و بدون حتی بدون توجه به گذشته و پیشینه سیاسی نیروهای مختلف، همونقدر که در فریم ورک و چارچوب دموکراتیک قرار میگیرن، همه باید با هم گفتگو کنن. تمام حرف ما اینه. من نمیدونم این همه بذار ببینیم آقای خسروفی پس مخالفتشون با این هم. میگن فقط بیایم گفتگو کنیم، بیایم زیر شطر با هم صحبت کنیم. مشکل شما با این چیه؟ منم داریم گفتگو میکنیم دیگه. وقتی دوستان تحمل شنیدن نظر مخالف رو ندارن. ببینید، میگویند که من واقعا در تمام کلامم هر چه فکر میکنم یک کلمه توهین‌آمیز به کار نبردم. میفرمایند که توهین کردی. تقدس زایی میکنند برای یک به هر حال انسان معمولی مثل همه ما. من دارم راجع به کارنامه ایشون صحبت میکنم. آن چه هم گفتم در واقع بخش مسابقه خود گفتم که ایشون در زندگیش کار نکرده است، یک روز مسابقه خودشان هست، در دسترس همه است و با کمک خانواده زندگی. من گفتم اگر قرار است که آقای رضا پهلوی یک نقش سیاسی داشته باشند، ایشان ما باید راجع به کارنامه خود ایشون صحبت بکنیم و به خاطر نقش وحدت بخش به قول خودشون فراگروهی فراجناهی داشته باشند. آقای خسروی، رهبر سیاسی حتما باید کار کرده باشه. به نظر شما همین کارهایی که او کرده ظرف این سالها، مثلا پیام‌هایی که داده، تلاش‌هایی که کرده برای همین همبستگی‌هایی که خواسته ایجاد بکنه، کافی نیست؟ آیا موفق بوده است؟ من دارم عرضم این است که بعد من میفرمایند بی‌نزاکت. من میخوام بگم آیا سطح اگر قرار است در این کشور ما نزاکت رو، مثلا همه دوستان در فضای مجازی نوع برخورد طرفداران ایشون رو میبینند، نوع فحاشی هایی که میشد، نوع برچسب زنی هایی میشد، همین الان هم دارن برچسب میزنند، میخوان یه دوگانه درست کنند که یا با شما هستیم یا با جمهوری اسلامی. آقا اینجوری نیست. آقا من میتوانم هم با شما مخالف باشم، هم منتقد جمهوری اسلامی باشم، این که اشکالی درش نیست. حق شهروندی من هست دیگه. عرضم این هست که نکته ای رو که فقط من پرسشی داشتم از آقای راشدان و آقای گلیز، میخوام ببینم تکلیفشون با این ماجرا چی است. آقای رضا پهلوی سوگند پادشاهی خوردند. آن سوگند پادشاهی آیا از نظر ایشان، از نظر این دوستانی که طرفدار آقای پهلوی هستن، این همچنان پابرجاست یا پابرجا نیست؟ اگر پابرجاست خب ما اگر پابرجا نیست که خب یه بحث دیگری است. بله آقای گلیز بفهمید. ببینید، مردم ایران حق دموکراتیک دارند که در آینده‌ای که جمهوری اسلامی نباشه تعیین کنن که آیا میخوان یک حکومت پادشاهی مشروطه داشته باشن یا نه. اگر کسی مخالف این هست، چون که 40 سال پیش انقلابی شده، حق دموکراتیک مردم ایران رو به رسمیت نمیشناسه. هدف یکی از اهدافی که من خوشحالم که شاهزاده در صحنه هستن همینه که این گزینه دموکراتیک رو به مردم ارائه بده برای وقتی که لازم شد. اینی که ایشون در سال 40 سال پیش فلان سوگند رو خوندن که سوگند خیلی مهمم هست برای شخصی مثل من که طرفدار پادشاهی هستم و اعتقاد دارم که من بعد این گزینه رو داشته باشم، من جایی نخوندم که ایشون بخواد از این سوگند بخواد کناره‌گیری کرده باشه، به نوعی استفاده داده باشه، بخواد پس گرفته باشه. ولی کاری که کردن اینه که، و همیشه هم این موضوع حاکمیت ملی مطرح کردن، اینه که میگن که اون کسی که باید در نهایت باید تصمیم بگیره که چه نوع از حکومتی رو میخواد با محتوای دموکراتیک، باید مردم ایران باشه. من اگر کسی با این موضوع مخالفه، اعتقاد داره به نظر میاد که بقیه چیزها رو هم به مردم ایران سپردند. آقای گلیز، مثلا اینکه گفتن شما برید و بحث این هستش که واقعا خب مردم ایران خودشون الان دارن اعتصاب میکنن، خودشون زندان میرن، خودشون به هر حال، ما به قول آقای پور عبدالله اینجا نشستیم، ولی خیلی همین الان دارن مبارزه میکنن در داخل ایران. چه بسیم داره که آقای پهلوی اینو بگن یا نگن برای اون کسی که داره تو ایران مبارزه میکنه چه فرقی داره؟ یعنی به نظر شما اصلا بله فرقش اینجا هستش که شما یه موقعی هستش که برای اینکه بتونی تغییر به وجود بیاری باید اول یک چشم‌اندازی داشته باشی، اول امید داشته باشی، اونو تبدیل به اراده بکنی، تبدیل به باور بکنی و بعد وارد صحنه بشی. میدونی یک آقای پهلوی در چه ظرفیتی با مردم ایران همراه میخوان بشن برای این تغییر؟ دادن، ترسیم کردن چشمانداز آینده‌ای که این چشمانداز آینده مورد مطلوب اکثریتی از مردم باید قرار بگیره یا نگیره، اینو مردم تعیین میکنن.
حاکمیت ملی هست، گزینه هایی که مردم در آینده انتخاب بکنن، و این نشون دهنده اینه که به خاطر اون هم 53 سالی که سلسله پهلوی داشته طبیعتاً از اون موضوع هم استفاده میشه. ببینید اگر هدف این دوستان این هست که ما 40 سال پیش انقلاب شده الان دیگه نباید مردم گزینه دموکراتیک پادشاهی داشته باشن که من بتونم بهش رأی بدم، خب این میشه غیر دموکراتیک. اگر منظور اینها این هستش که این دوستان این هستش که ما بعد رضا پهلوی رو به خاطر کارهایی که پدر یا پدر بزرگش انجام داده قضاوت بکنیم، که من فکر نمی‌کنم این کار خیلی کار منطقی باشه، اونم دنیای امروز، مگر این دوستان توسط بقیه به خاطر کارهایی که پدرشون کردن قضاوت میشن. اگر منظور این هستش که چون ایشون کار نکرده به معنی کاری که بایستی حتما حقوق بگیره، پس این هر حرفی که میزنن دروغ راست نیست، خب اینم واقعا منطقی نیست. ببینید وقتی که در جنگ جهانی دوم کشورهایی که در اون کشورها مثل کشوری که من زندگی میکنم پادشاهی بود، اکثر این کشورها پادشاهانش ملکه‌هاش سعی کردن که تمام وقت و انرژی خودشون رو بگذارن برای بازپس گرفتن اون کشورها، آیا بعد میرفتن کار میکردن؟ میدونید واقعیت اینه که مردم ایران از یه ناخودآگاه تاریخی یک رابطه عاطفی با چیزی به نام پادشاه دارن، و این رابطه عاطفی هستش که نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که نبخواد در آینده قدرت داشته باشه. آقای خسروی، فراسیاسی یعنی اینکه شما وارد موازنه قدرت نشی، یعنی تصاحب قدرت نکنی، یعنی وارد حکمرانی نشی، یعنی یک نمادی باشی که این نماد بتونه وحدت دهنده باشه، بتونه امید بده و چشم‌انداز رو ترسیم بکنه. و شاهزاده در این پیام 7 دقیقه‌ای دقیقاً همین کارو کردن، ترسیم آینده‌ای که اکثر مردم ایران رو میتونه به سمت شکوه و به سمت سعادت برسونه. حالا شما میتونید مخالف داستان باشید، ولی به نظر میاد که خیلی ها باهاش موافق هستن. آقای پرعبد، به نظر من بازگویی واضحات هیچ هنر خاصی نیست، هر کسی یه سری حرفای واضحی میزنه. منم نگفتم هر چیزی که آقای پهلوی توی این نوار گفتن من باهاش مخالفم، من گفتم هیچ چیز جدیدی نگفتن. شما یک شخصیت سیاسی، آقای پهلوی خودشون رو فکر میکنم یک شخصیت سیاسی میدونه، حالا البته نمیدونم سیاسی و فراسیاسی رو چطور میشه کنار هم گذاشت، ولی به هر حال ایشون دارن راجع به سیاست صحبت میکنن و معنیش اینه یک شخصیت سیاسی هن. یک شخصیت سیاسی وقتی حرف میزنه خیلی ممکنه که دروغ بگه. سیاستمدارا خیلی راحت دروغ میگن در همه جای دنیا، در نظام های دموکراتیک، در نظام های دیکتاتوری، همه جا دروغ میگن. شما به عنوان مخاطب باید یک روشی داشته باشی، یک ابزاری داشته باشی که بتونی بفهمی اون حرف راسته یا نه. آقای خامنه‌ای هم خیلی حرفایی میزنه که حرفی نیست. بذاری از یه منظر دیگه این از شما بپرسم. شما تشکیک میکنید در صحبتهای آقای پهلوی از منظر حقیقت گویی. بحث دیگه این هستش که واقعا چه کسی در جایگاه ایشون یا جایگاه مشابه ایشون قرار داره؟ هیچ کسی متاسفانه خانم قانزاده. خیلی دردناکه که ما توی یک بنبست سیاسی قرار داریم، ولی اینکه در یک بنبست سیاسی قرار داریم نباید باعث بشه که به کسی که هیچ گونه، اولا که هیچ گونه پتانسیل سیاسی از خوششون نده، ایشون هزار تا شبکه و غیره طرفدار داره، اینترنت جمهوری اسلامی، شما به عنوان یک مخالف جمهوری اسلامی نگران این نیستید که همین نداشتن آلترناتیو مناسب باعث بشه که 20 سال دیگه، 30 سال دیگه هنوز شما و خیلی های دیگه، چه یه برنامه میدیدم یکی از شرکت کنندگان میگفت موهای ما هممون سفید شده، موهای بقیه هم سفید بشه و نتونین تغییر ایجاد بکنید؟ من خیلی نگران این هستم که موهام سفید، احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. به نظر من که موهام همینجا سفید خواهد شد و تغییر در جمهوری اسلامی نمی‌بینم. متأسفانه نظر خیلی بدبینانه، یعنی حتی با این حساب هم حاضر نیستید پشت کسی مثل رضا پهلوی بشید؟ خیر، من حاضر نیستم و من فکر می‌کنم یک بخش زیادی از مردم ایران هم همینطورن. فقط حدس منه، من برخلاف آقای گوریزم بدون داشتن مدرک و سند نمیتونم صحبت کنم که بگم مردم ایران طرفدار پادشاهی هستن یا نوستالژی دارن یا ندارن. اینکه چهار نفر آدم برن تو خیابون بگن رضا شاه روحت شد، این رو هیچ کس در دنیا به عنوان یک مدرک و سند برای اینکه اون حکومت یا اون پادشاهی و اون تاریخ و غیره طرفدار داره حساب نمیکنه. من فکر میکنم که، حدس میزنم که یک بخش قابل توجه از مردم ایران هم اینطوری فکر میکنن، اونم اینه که اینقدر خسته شدن از دروغ که حاضر نیستن به خاطر شرایط بدی که توش هستن شرایط رو برای خودشون بدتر بکنن. برای اینکه آقای پهلوی اگر قرار باشه که یک، اگر اون چیزی که من میگم درست باشه، یعنی اگر واقعا ایشون این دروغ ها رو بخواد بگه، قراره یک دیکتاتوری بعد از این دیکتاتوری توی این مملکت را بنازه، اگر که تازه اصلا دستش به جایی برسه که به نظر من اصلا همین چیز ممکن نیست. بذارید از آقای ببخشید، ما تجربه این رو داشتیم
که از یک دیکتاتوری در اومدیم با انقلاب، انقلابی که هزار خودش در صحبتاش آقای پورعبدالله یه چیزی میگه، آقای پهلوی میگه من نمیخوام که با یک تغییر سریع به یک در واقع دیکتاتوری مجدد بریم، من میخوام دیدید که تو خب همین صحبتاش این همه جزء همون این همانگویی ها حرفای به نظر من بی پایه و اساس کلیه. شما باید به عنوان یک شخص سیاسی باید نشون بدی که چه استراتژی داری برای تغییر سیاسی. اینکه من بشینم تو خونه بگم که همه چیز باید خوب باشه که حرف خاصی نیست، که من میتونم بشینم در اروپای قرن 15 هم زندگی کنم بگم که یک روزی من فکر میکنم که باید دموکراسی باشه توی جهان. آیا در اون شرایط تاریخی من امکان برقراری دموکراسی دارم؟ به لحاظ عملی از آقای راشدان رو بپرسم. آقای راشدان، خیلی ها انتقاد میکنن، میگن که آقای پهلوی همین حالا نمیتونه جلوی بخشی از طرفدارانش رو دست کم بگیره، همون چیزی که آقای خسروی همینجا بهش اشاره کردن که مثلا در فضای مجازی اینقدر تند و توهین‌آمیز با بخش‌های دیگه حالا هم مخالفان جمهوری اسلامی، کاری به طرفداران جمهوری اسلامی ندیم، با مخالفان جمهوری اسلامی اینقدر تند برخورد نکنه. مثلا از این که به نسرینش ستوده که حالا خودش الان در زندان هست مثلا فوش بدن، یا مثلا انتقادهای خیلی تند سخیف گاهی بکنن، و یا اینکه اصلا نگذارن بقیه نظرشون رو بگن. آیا آقای پهلوی این توانایی رو داره دست کم این بخش رو کمی در واقع همراه بکنه و بگه آقا صحبت اتحاد شما هم بیاید با بقیه یه ذره آرومتر باشید؟ خانم غزیزاده عزیز، اینجا خیلی کوتاه بگم، شما ممکنه بدونید، بسیاری از بینندگانتون رو هم میدونن، من شاید پرسابقه ترین قدیمی ترین کارشناس امنیت دیجیتال و سایبر سکیوریتی در ایرانم. بله. از سال 1995 کار من اینه. بذارید رک و پوسکنده به شما بگم، چیزی شاید حدود 40,000 اکانت با تصاویر ایشون، با تصاویر مربوط به شاهنشاه پهلوی، با آواتارهای مرتبط به سلطنت از تهران و از سمت جمهوری اسلامی ایران به فعالان سیاسی و مجازی بدگویی میکنند. این کاری است که بسیاری از خود این فعالان میتونید دعوتشون کنید اینجا، بعد از مدتی فهمیدن که این اکانت ها داره از سمت جمهوری اسلامی ایران و ارتش سایبری و سپاه پاسداران انتقاد میشه. حالا من در مورد اکانت های بی‌نام و نشان البته صحبت نمیکنم آقای راشدان، در مورد آدم های با نام و نشانی صحبت میکنم که مثلا آقای گلریز اینجا راجع به توهین صحبت کردن، توهین های خیلی تندی از طرف آدم های شناخته شده با آدم های شناخته شده دیگه میشه، نه اینکه حالا بگیم اکانت های بی‌نام و نشان صحبت میکنن. بسیار کار بدی میکنه، هر کسی این کار رو میکنه، بسیار کار بدی میکنه. ممکنه که در میان طرفداران هر شخصیت سیاسی آدم مؤدب باشه، آدم غیر مؤدب باشه. من یکی از هواداران ایشون هستم. اگر هر کدوم از این دوستان یک مورد رو شما یکی از مؤدب ترین آدم هایی هستین که من در زندگی میشناسم، اینو دست کم میتونم بگم. بله. لطف دارید. تمام حرف من و تمام حرف این پیام به آقای پورعبدالله عزیز این است که دوران نفرت و خشم انقلابی و این حرفا تموم شده. ما در کشوری زندگی میکنیم که دارن جوانانی که آقای پورعبدالله یک نسل از من و شما جوانتر هستند رو. ولی آقای راشدان به اون سوال جواب ندادید. آیا آقای پهلوی میتونن این بخش شناخته شده طرفداران خودشون رو که فضا رو تند میکنن، توهین میکنن به بقیه، بگن که ما قصدمون این هست که هممون با هم زیر یک چتر بریم برای یک هدف به مبارزه بکنیم، آیا میتونن اونها رو همراه بکنن؟ حتما میتونن. به نظر من در متن این پیام بارها و بارها تأکید شده بر گفتگو بین نیروهای سیاسی، تأکید شده بر اینکه ایشون میخوان به کمک نخبگان بیان به عنوان یه فرد. اینکه در سوال شما بود که آیا آقای پورعبدالله شما حاضرین بریم پشت سر ایشون، ایشون ادعای اینکه کسی بیاد پشت سرشون نداره. اصلا کل این بیانیه برای این نوشته شده که پشت سر کسی رفتن و جلو باشه. در این بیانیه بارها از واژه همراه، ایشون نمیتونستن بگن که مثلا من بر عهده میگیرم، همراه، همدوش، هم پیمان، و اینکه تغییر از خود شما شروع میشه و من کنار شما هستم. ببینید تمام این بیانیه به همین دو واژه پشت سر و یا در کنار برمیگرده. آیا راستا من یه سوال میتونم از شما بپرسم؟ شما هر سوالی میتونید بپرسید. شما بزرگوارید، منم از شناخت شخصی شما ندارم ولی مشخصه که بسیار آدم دوست داشتنی و مؤدبی هستید. یه سوالی داشتم از شما. من چرا باید حرفای آقای پهلوی رو گوش کنم؟ بسته به خودتونه. تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که دوستانه و
به خاطر ملتم و به خاطر این نسلهایی که دارم هی تکرار میکنم دارم فنا میشن یکی بعد از دیگری، تمام تلاش خودم رو بکنم سراغ شما بیام. و همونطور که واقعا فرمودید، تجربه تاریخی که مردم ایران دارن اونها رو به هر حال این رو ایجاد کرده که بخشی از نخبگان ما شکاک هستن نسبت به حرفایی که قولهایی که در آینده داده میشه. خب چرا آقای پهلوی کاری نمیکنه که یه مقدار حداقل از شکای من نسبت به ایشون و برنامهشون برطرف بشه؟ من چیزی که اول برنامه گفتم این بود، گفتم که افراد با یک سری خاطره، با یک سری به نظر من اسمش رو گذاشت تاریخ، با اونها پیوند خوردن، درسته؟ شما فرض کنید که الان حکومت جمهوری اسلامی رفته، یک حکومت دیگه اومده که دیکتاتوریه، خب بعد فرض کنید که یکی از بستگان آقای خامنه ای توی دمشق یا مسکو یا پکن یا هر جای دیگه نشسته و داره میگه مردم ایران بیایید همه با هم متحد شویم و بریم دیکتاتوری رو در واقع سرنگون کنیم، یا هر چیز دیگه، یه پیغام مشابه پیغام آقای پهلوی میده. شما یا من یا اون کسی که داره این پیغام گوش میده برای چی باید اون حرف رو گوش کنه بدون اینکه به این فکر کنه که این حرف رو کسی داره میزنه که یک ارتباطی داره با کسی که یک دیکتاتور خونخوار این کشور بوده؟ من چرا باید حرف آقای پهلوی رو گوش کنم؟ این پیمان دقیقا برای همین اومده، به خاطر اینکه نقطه آغاز داستان من و شما گفتگوست. بله. یعنی من و شما باید بشینیم و راجب همین مطالبی که شما فرمودید، راجب تمام سابقه تاریخی که گفتیم و راجب از همه این چیزها مهمتر وضع امروز مملکت خودمون با هم دیگه صحبت کنیم. یا خب من خیلی ممنون میشم که این گفتگوی بسیار خوب رو که ما اینجا شروع کردیم، این جواب سوال منو یه جوری یا شما یا یکی دیگه از طرفدار آقای پهلوی یا خود ایشون بتونن بدن که چرا در مورد جنایت‌های پدرشون هیچ وقت اظهار نظر نمی‌کنن. بذارید آقای گلریز ببینیم، میگن آقای گلریز فکر می‌کنین چرا آقای پهلوی در مورد این چیزا صحبت نمی‌کنن؟ والا ایشون که در چند کتاب در مورد این مسئله توضیح دادن، مطرح کردن، به علاوه اینی که من نمیدونم واقعا توقعی که وجود داره چیه. آیا آقای پور عبدالله، آقای خسروی چه توقعی واقعا از شخصیتی مثل رضا پهلوی دارن؟ آیا توقعشون اینه که ایشون بیاد بگه من از اینکه پدرم شاه بوده متاسفم و عذر میخوام؟ خیر، من توقعمو اجازه میخوام که اگه ببخشید آقای گلریز حرفتون رو قطع میکنم، اگه ممکنه من توقعمو در یک جمله بگم. پدر ایشون فقط شاه نبوده، پدر ایشون ساواک تو این کشور رو انداخته که روشنفکرها این کشور رو روی صندلی داغ شکنجه میکردن. آیا آقای پهلوی با در مورد این مسئله واکنششون بده یا نه؟ من توضیح دادم البته، ولی خب یه تکرار کوتاهی میکنم. اونم اینه که آیا ایشون که 17 سالش بوده در امریکا بودن برای تحصیلات، آیا مسئول کرده های پدرشون هستن که حالا اگه فرض بکنیم که خیلی از اونها از نظر تاریخی درست یا غلط باشه؟ به نظر من نه. به نظر من 85% ملت ایران که زیر 45 سال هستن هم احتمالاً متوجه هستن که قضاوتی که بر مبنای پدرشون هست، قضاوتی که بر مبنای پدر شما مطرح میشه، نباید روی شما تأثیری بگذاره. منم نگفتم ایشون مسئول کارهای پدرشون هستن، من گفتم در مورد کارهای پدرشون باید اظهار نظر بکنن. باید در شما میتونید نگاه کنید برنامه بی بی سی انگلیسی هارد تاک رو ایشون صحبت میکنه و ازش پرسیده میشه در مورد پدرش و جوابی نمیده، یعنی جوابی که میده داره در واقع انکار میکنه. شخصیت تاثیرگذاری به نظر میرسین و من فکر میکنم که این آغاز گفتگو میتونه این باشه که شما حداقل کتابای ایشون آنلاین هستش، لازم به خریدن هم نیست، میتونید بخونید. در اونجا در مورد همه چیز، در مورد 28 مرداد، در مورد ساواک، در مورد همه مسائل ایشون بارها توضیح دادن و توضیحاتی که دادن اگر قابل قبول نبود میشه این صحبت رو ادامه داد. ببینید مردم ایران، اصل موضوع میدونید چیه؟ یک شخصیتی هست منحصر به فرد، نقشی داره منحصر به فرد، جایگاهی داره که هر کسی خوشش میاد یا خوشش نمیاد برمیگرده به یه تاریخی که تاریخ ایرانیان به هر حال توش این شخصیت‌ها شخصیت‌های مهمی بودن. ما کتابی داریم به نام شاهنامه که معنا داره و این شخصیت منحصر به فرد در یه مقطع زمانی که امروز باشه، این شخصیت داره به مردم امید میده، حداقل به یه دسته ای از مردم که به نظر من اکثریت هستن، ممکنه من اشتباه بکنم، امید میده. آیا این رو بایستی کنار گذاشت و با تقلیل مباحث به موضوع 40 سال پیش، به موضوع اینه که ایشون چرا کار نمیکنه، شغل نداره که بره دفتر و هر روز برگرده و آخر ماه فرض بکنید که باید از فلان کسر پول بره.
و این اینجور مسائل واقعیتش اینه که در موقعیتی که ما هستیم رو تقلیل میده و این پاسخ به مردم ایران نمیده. پاسخ میدونی چی میتونه باشه؟ پاسخ میتونه این باشه که شما الان، من، ماها همه با هم، خانم قاضی‌زاده، ما تصمیم بگیریم که کار کنیم برای ایران. متشکرم آقای گلجز. وقت ما به پایان رسید متاسفانه. من خیلی ممنونم از همه شما که در این بحث خیلی داغ شرکت کردید، آقای راشدان، آقای گلجز، آقای خسروی و آقای پورعبدالله اینجا، و ممنونم از شما که با برنامه صفحه آخر هفته همراه بودید. برنامه ویژه انتخابات آمریکا رو فردا جمعه شب 9 شب تهران از دست ندید. شب روزتون خوش.